جناب فرانک، دور را ترانزیتی بر افغانستان فعلا یک نوعی که ربام رای رای کوریدور اقتصادی دیگه شکی وجود نداره که کوریدور اقتصادی که از کاشغر تا به گوادر بر افغانستان یک فرصت خوبی هم است اگر از طرف پاکستان موانع ایجاد نشه و مثل که اختطاف شد باید از خیبر پختونخوا میگذشت لیکن از آلی از پنجاب میگذاره برای ما مشکل ساز شده ای. لیکن بر ترتیب بازم یک فرصت است لیکن گوادر و چابهار و کراچی و چابهار دو رای ترانزیت دو فرصت متضاد با هم هستند بر افغانستان یا دو فرصت که اردوش میتونه بر افغانستان مفید باشه یعنی همزمان استفاده کرده بتانه. ببینید هر کشور مخصوصا کشورهای مهاد به خشکه در اروپا هستند، در امریکای جنوبی هستند، در افریقا هستند، در آسیا هستند، اما مالک آسیای میانه تقریبا کلش ما کشورهای مواد خشک هستند. هر کشور کوشش میکنه که بر خود چند الترناتیو داشته باشه تا اگر یک الترناتیو نظر به تغییرات جیوپولیتیک و حالت سیاسی و دیگه و دیگه صدمه میبینه یک رای دیگه داشته باشه. ما این صدمه را یک دفعه دیدیم در وقت صدارت سلامت داوود خان وقتی که روابط خراب شد رای کراچی که بسته شد زمان طالبای صدمه را زمان طالبای چندین بار دیدیم که ما تمام توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان که مثل پیشتر اینا گفتن متوقف ماند برای که ما بدیل نذاشتیم. این حال پیشتر موضوع عجلام در چی آمد که عجل نکنیم. ما یک نظر تاریخی پرتیم. در سال 1965 یعنی 51 سال قبل افغانستان با پاکستان یک قرارداد ترانزیتی امضا کرد که یکی از بهترین قراردادهایی بود که افغانستان حکومت وقت امضا کرد. در اونجا تسهیلات ترانزیتی بر افغانستان به سطح بین المللی چی شد؟ تضمین شده بود. از او استفاده می شد. خب مشکلات سیاسی آمد، پاکستان سر از اون رو که بسته کرد، اما جامعه بین المللی فشار خود می آورد که ایرای ترانزیتی افغانستان است. بعد از این جنگ آمد و طالب آمد و مجاهد آمد و کمونیست آمد و دیگه آمدی همه چیز برهم خورد. بالاخره در سال 2010 بود بخدم یا 11 اونمو قرارداد سال 1965 را دولت افغانستان با دولت پاکستان نشستن صحبت کردن و عیار ساختن به شرایط امروز که پاکستان متعهد شد که رای ترانزیتی افغانستان را از مسائل سیاسی جدا کنه و قرارداد از ایام در کراچی امضا شد که هیلری کلینتون خودش آمد استان شد. بله بله دمو بله پروگرام بله. که این قرار از اون روز تا به امروز پاکستان یک مسئله زور هم عملی نکرد و تا امروز ما وابسته ماندیم. فلهذا ما مجبور هستیم که رای بدیل داشته باشیم مثل تمام کشورها. اگر سبا روز باز یک ذره روابط سیاسی ما قطع شد این را بسته میشه، تمام تجارت ما متوقف میمون. فلهذا مسئله من برعکس میگم عجله کنیم که این برآورده شد بله. تا رای بدیل پیدا کنیم. اینا رو میهم سر نقطه دیگه که یک نکته مهم دیگه که شما باشین صحبت شما را قطع کردم رای گادر و کوریدور به شک یک فرصت بسیار خوبی است برای افغانستان لیکن مشکلات خود داره او کوریدور طبعا داره. یکی از مشکلات واضح نیست که آیا امریکا خواهان کامیاب شدن از این است یعنی امریکا اجازه خواهد داد که چین با خلیج عرب وصل شوه با منابع انرژی خلیج دسترسی پیدا کنم این چیزه است و امکانات پتانسیل در منطقه وجود داره مثلا تحریک آزادی بلوچا مزاحمت های وجود داره که این را مشکل ساز ساخته میتونم. شما قبلا گفتین یک امکان بسیار خوب است اگه چابهار ما داشته باشیم امی کوریدور نمیتونه که از راه افغانستان و چابهار چین وصل شوه با جهان. طبعا یکی از پروگرام همی چیز است. حالا ببینید چابهار برای افغانستان چون یک قسمتی از مصارف ازیر دیگر کشورها قبول میکنند به شمول ایالات متحده امریکا برای ازی که امی بندر بعد ازی که مخصوصا روابط امریکا و ایران با کشورهای غربی و امریکا نزدیکتر شده این آمادگی زیادتر وجود داره. گوادر یک بندر است اما هیچ تجهیزات نداره اما گوادر ما از نگاه منافع کشور خود ببینیم یعنی فرض کنیم که گوادر بخواین بر افغانستان
آماده بسازن. خب از کراچی شفر سوار، خب هم خاک پاکستان است، اگر پاکستان خواسته باشه که ما رو زیر فشار بگیره از گوادر هم میگیره. بله ما چی داریم؟ ما عینی چیز میشه، منطقه فرق میکنه. بله از اون خاطر است که من میگم که از یک راه دیگه هم ما باید است که یک بدیل داشته باشیم و این بدیل تنها ما نمیخواهیم. اگر تنها افغانستان مطرح می بود کسی اهمیت هم نمیداد. این بدیل چین هم میخواه، هندوستان هم میخواه، آسیای میانه هم میخواه و خود ایران هم میخواه. برای ازی که ایران هم اگر اتور یک رای ترانزیتی کلان از خاکش تیر بیشه و از بندرش استفاده میشه، بسیار یک عاید کلانی از ایران به دست میاره، یک حجم بسیار کلان تجارتی از این را جریان پیدا میکنه حتی تا به اروپا. شما بیشتر گفتین که شاید دستهایی باشد مثلا امریکایی ها نخواهند که چین از ایرا دسترسی پیدا کنه. او شرایط قرن 20 از بین رفته. امروز یک قسمت زیاد اشیای پرکیفیت مصرفی امریکا و اروپا از چین تهیه میشه و چین با کیفیت از اونها تهیه میکنه. شما میتونید تلفن های موبایلش ببینید، این تلفن های موبایل چینایی که عین چیز است، عین چیز میسازه. برای افغانستان که میگن بسیار با کیفیت خراب، برای امریکا که میبرن به کیفیت عالی ترین میسازن. چین رای اقتصادی خود پیدا کرده، میگن چین اگر یک دلار سرمایه گذاری میکنه $5 از اون مفاد بخواه به دست بیاره. همیال دیگه نقطه رو میبینیم، همیال اعلان شد که چین در پاکستان میخواهد در حدود $40 میلیارد سرمایه گذاری کنه. این سرمایه گذاری رو برای مزاق نمیکنه، اون نمیگذاره که $40 میلیارد دلار از خاطر همین ماجراجویی های سیاسی پاکستان ضایع شود، بلکه امکان از این وجود دارد که سر پاکستان فشار بیاره که این موادی ایجاد نکنه. پاکستان خوش نداره که بندر چابهار فعال شود، برای از اینکه موقعیت خود از دست میده. از این را بسیار صدمه میبینه. از او خاطر است که ما به یقین هستم که ما این پروژه را پیش ببریم. من نمیگم که پروژه مثل که آقای اشرف غنی اعلام کرد که یک سال دو سال خلاص میشه، این شاید زمانگیر باشه، بسیار تا ایجاده تیار شود و باز خط آهن تیار شود دیگه شود سرمایه گذاری. اما سرمایه گذاری شو ما نمی کنیم، سرمایه گذاری شو همین دنیایی که میخواد از این زیادتر استفاده کنه، چین، هند و غیره و اینا میکنن. از او خواهی یک شانس هست برای ما که ما از این استفاده اعظمی رو بکنیم. متاسفانه از 15 سال از بسیاری چانس ها استفاده کرده نتونستیم، اما آل امید است که یک تکان خود بتیم و بتانیم که اعظمی طوری یک چانس طلایی که به حاکمیت ملی و اینای ما کدام تأثیر وارد نمی کنه، بلکه در آوردن امنیت منطقه هم کمک میکنه. همین شاید باز عناصر باشن در افغانستان، از خود ما افغانها که بگیم بیایم تخریب و نمان. اما اگر ما یک تنویر افکار، سیاست تنویر افکار در پیش بگیریم و برای مردم بفهمانیم که این نیمه تو پروژه آینده زندگی نسل های آینده ما رو تامین میکنه، احساس مردم قبول میکنن. ما یاد می خوب شما شاید یاد شما به یاد جوان هستن بسیار در وقت زمان قدیم وقتی میخواستن معارف به ولایت افغانستان ببرن، بسیار مردم نمیموندن، اولادای خود ایواز اولاد خود مردم های بانفوز اولادای دیقانای خود به مکتب راه میگرد. پس هم به مرحله رسید وقتی تنویر افکار شد که اعانه میدادن که به این مکتب بسازید، برای ما مکتب بسازید، زمین میدادن خود مردم. از اون خاطر این یک پروگرام تنویر افکار کار داره. اینی میره باید دولت افغانستان بکنه، میدیا بکنه، تعلیم یافته بکنه، جوان بکنه، هر کس، تا مردم آماده شون برای قبول یمی تغییراتی که به مفادشان است. بله جناب بشیر صاحب، بسیار به شکل واضح و اگه بگین که چابهار در کوتاه مدت و در میانه مدت چرا به نفع افغانستان نیست؟ دلایلی که جناب فرهنگ صاحب گفتن که به هر ترتیب به نفع افغانستان است که ما این فرصت را داشته باشیم، نظر شما چیست؟ چابهار در دراز مدت کاملا به نفع کشور ما است. از نقطه نظر تأمین روابط اقتصادی ما با منطقه و جهان، ولی در کوتاه مدت و میانه مدت شما ببینید که ما فعلا 96% کسر بیلانس تجارت داریم، یعنی به این معنایی که 96% تقاضای نیاز داخل بازار افغانستان ما تامین میکنیم از خارج از کشور. از کدام را؟ از رای کراچی پاکستان. فعلا ویزای پاکستان بر شهروندای افغانستان رایگان است. یک تجار کوچک افغانی میتونه که یک ده توپ تکر از لاور پاکستان بخره بیاره در بازار کشور عرضه کنه. ولی شما اجازه بدید فعال شدن چابهار به معنای مسدود شدن
کراچی و لاهور نیست. یعنی ما خود را نمیگیم که چابهار فعال شود و ما رای کراچی را بسته کنیم. فقط یک متبادل داشته باشیم که اگر احیانا کراچی سر ما بسته میشه یک رای دیگه داشته باشیم. یکی از اصلهای تامین روابط اقتصادی با خارج و منطقه و جهان، یکی از اصلها همی است که شما در آینده یا در فیوچر انوستمنتتان یا سرمایه گذاری های آینده تان نقاط اتکایی و نقاط بدیل مد نظر داشته باشین. این واضح خدمت تان عرض کردم، ولی نقاط به این معنای نیست که شما در زمان بندی مزیت های اقتصادی تان به اصطلاح نتانید که درست اولویت بندی کنید. زمان بندی مزیت های اقتصادی به این معنایی که در کوتاه مدت کدام کاریدور، در میانه مدت کدام کاریدور و در دراز مدت که آینده دور ما هست که دورنمای اقتصادی کشور خدا بتانیم شکل بتیم، کدام کاریدور میتونه که مزیت اقتصادی ترانزیتی و سیاسی خوب تنه باشه؟ امیر من میخوام بفهمم که چرا در کوتاه مدت شما گفتین که یک تاجر افغانی با آسانی میتونه از لاهور و کراچی، یعنی تجارتی که بله. رفتن آسان است، ولی نمی آسانتیا لیکن ایران وجود نداره. نه به معنای مسدود شدن تجارت نیست چابهار. یعنی اگر تجار ما میره خطبان تجار نه اجازه بدین، تجار ما خطبان منافع خودم میسنجه. تجاری که از رای چابهار مال وارد میکنم طبعا مال را و شرایط را میسنجه که از کراچی و از لاهور برش ارزان تر تمام میشه، و مالی که از کراچی و لاهور ارزان تمام میشه او را حتما از کراچی و لاهور میاره، یعنی او را مسدود نمیشه. پس چرا مضر است؟ خب بندر چابهار برای تجارت های انفرادی و کوچک ما برای فعلا وجود نداره. بندر چابهار اگر بخوایم که خداوند نصیب ما کنه و می آرزوی را که مردم ما داره که یک مقدار از انحصار کراچی براییم، این برای تجارت های بزرگ است. ولی تجارت های بزرگ نیاز به ظرفیت دارند تا بتانیم او پاور داشته باشیم که در مقابل قدرت های اقتصادی منطقه منافع خود حفظ کنیم. چین علاقمند کراچی هست، هند علاقمند چابهار است. اینا رقابت های اقتصادی دارند و در بین رقابت های اقتصادیشان از دید ما فعلا او ظرفیت های کافی اقتصادی و درایت های کافی سیاسی را که ما بتانیم اعمال فشارهای سیاسی و نفع ملی افغانستان بکنیم نداریم. جناب فرنگ صاحب گفتن که این یک فرصت برای چین هم است. احیانا اگر بنابر هر شرایطی کوریدور گوادر و کاشغر دچار مشکل میشم از طرف بلوچ ها، از طرف هر امکانی که یک چابهار میتونه یک رای متبادل برای خود امی کوریدورم باشه. بدون شک چین با می رشد سرسام‌آور جی دی پی یا تولیدات ناخالص داخلیش از 2002 به ایسو زمانی که عضویت دبلیو تی او و سازمان تجارت جهانی را گرفت، سیلی از شرکت های خارجی در چین سرمایه گذاری کردن، ولی هنوز هم او قدرت را نداره که در آسیای شرق جاگزین ژاپن شود. فعلا ژاپن یکی از قدرت های اقتصادی جهان است. چین دنبال بدیل های در منطقه هست، بدون شک اونا میخواین که بدیل های مختلف را در منطقه جستجو کنند، ولی هیچ کشوری از منطقه علاقمند نیست که با یک کشوری که در حال فقر و غربت و بدون زیربناهای اقتصادی قرار داره از نقطه نظر صداقت و امانت و راستی معامله کنه. یعنی شما تا زمانی که افغانستان دارای عمو ظرفیت هایی که بتانه از حق فایده و منافع افغانستان در میز دیلینگ یا معامله با اساس نظام داد و ستد که امروز در قرن 21 با اوضای جوی اقتصادی مناطق مختلف نیاز از دوره داره یا تقاضای از دوره داره نسازیم، نمیتونیم که خوشبین به سرمایه گذاری چین به یک بندر باشیم و نمیتونیم که خوشبین به سرمایه گذاری هند باشیم. بنان زمان میتونیم که از تمام نقاط اقتصادی منطقه مزیت خوب را افغانستان ببره که ما ظرفیت های داخلی خود سر و سامان بتونیم. و این ظرفیت های داخلی ما آیا انحصار به یک رو رشد میده و یا متبادل های مختلف درست. اگر تبادل های مختلف داشته باشیم پس باید با چابهار مخالفت نکنیم. با چابهار اصلا مخالفت وجود نداره، ولی در دراز مدت، نه در کوتاه مدت. ببخشید من چون اقتصاد نمیفهمم جناب فرنگ صاحب، میدونید امی فاصله دراز مدت و کوتاه مدت، یعنی به دراز مدت ما بدون از اینکه اهداف کوتاه مدت و میانه مدت خود را تکمیل نکنیم، به دراز مدت چگونه رسیده میتونیم؟ اهداف کوتاه مدت و میانه مدت خود زمان ما تکمیل کرده میتونیم که در همین فاصله ظرفیت های اقتصادی خود با ثبات سیاسی خود بسازیم.
سرمایه گذاری روی زیربناهای اقتصادی ایجاد تولید در کشور. جناب نظر فرنگ صاحب میگیریم. امر خیر صاحب، افغانستان که وغواړي د دغې فرصتونو نه استفاده وکړي، دا حتمی خبره ده چې باید دلته ثبات راولي، امن راولي. د امن نه بغیر د جګړې په شرایطو کې او لکه دا اوس چې سره هم د ولسوالیو تسلیمولو دغه کارونه جریان لري، نه د چا بهر نه استفاده کولی شي، نه د بل نه کولی شي. مملکت کې چې جنګي هېڅ فرصت ورته فرصت نه دی. افغانستان اوس لګیا دی پاکستان سره د سولې خبرې وداشن، هغه پاکستان سره چې پخپله دلته د جنگ عامل دی، لیکن افغانستان وایي چې اول باید پاکستان سره د ثبات لپاره همدغه اوسنۍ پالیسي د افغانستان باید ادامه ورکړي او که نه باید په دې باندې نوی فکر وشي. له بده مرغه چې اصلا په افغانستان کې د اوسني حکومت د پیل ستراتیژي او د وسره د پیل چې کله ملي وحدت یا د ملي والی حکومت نوې منځ راغې، موږ تاسې هغه سیاست د یو ګورو که بهرنی سیاست او که داخلي سیاست د وسلوالو مخالفینو په وړاندې او په خپل منځي کوم اختلافات وجود لري، نو وخت په وخت باندې داسې یو تقلیل کوي چې فکر کوم چې د اوضاع په زیر دی چې آرامه شي، متشنجه شي، نورم ستونزې پکې پیدا شي. نو زه اوسنی حالت هم زه فکر کوم لوی خدای دی وکړي زه ناهیلي کوم، نه خلک دلته که د میز تر شا ناست دي او که د باندې څوک نه دا زموږ دغه ګوري خپرونه ګوري، خو دغه ظرفیت په دې اوسني د یووالي په حکومت چې دا دوه سری حکومت دی، له بده مرغه چې په دوی کې دغه شیان نه ګورو چې دی د یو واحده پالیسي که فکر مې وي په ابتدا کې چې کله جناب اشرف غني صاحب هغوی اعلان وکړ چې وسلوال مخالفین یا طالبان چې دي زموږ سیاسي مخالفین دي، البته چې یو ناڅاپه یو تشنج د دوی تر منځ راپیدا شو د ریاست اجرایه او په خپل ریاست جمهوري، نو وروسته بیا که فکر مې نو په دې نږدې وو کې رئیس جمهور دغه پالیسي کاملا تغییر کړی دی د وسلوالو مخالفینو په اړه. اوس وایي څوک چې خلک وژنه هغې سره بېخي خبرې هغې سره بالکل خبرې نه کوو. نو زه فکر کوم چې داسې یو واحد دریز نشته، نو په زیر دی چې سیمې ته او خصوصا افغانستان ته او په هغه ساحو کې چې هلته وسلوال مخالفین اوس پورې محاکم دي د هغوی په وړاندې داسې یو قاطع او واحد دریز د دغه فعلي حکومت نشته دی. نو زه فکر کوم چې تر هغه پورې چې سوله دوی افغانستان ته رانه شي او د دوی د نظر یووالی نه اوسي، نو تر هغه پورې سوله نه شي راتلی او که سوله رانه شي دغه تجارتي ترڅو چې دغه حکومت اول په خپله اصلاح نه شي، په خپله دغه حکومت کې کوم بې ثباتي چې د دغه دوه ټیمونو د یو ځای کېدو لامه، نو دغه خو تر هغې پورې نور شیان نه شي کېدلی، نه سوله راتلی شي، نه بل څه راتلی شي. نو د دې مطلب خو دا دی چې دغه حکومت باید تغییر وکړي، ځکه دا حکومت ملي وضعیت حکومت خو جوړ شوی دی د دغه دواړو خواوو نه دی، نو باید دغه وضعیت تغییر وکړي. مشکل اوس هم دغه دی که موږ تاسې وګورو د پیل نه د ملي وحدت حکومت چې دا نارې وهل چې اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دوی چې په تیر کال کې تقریبا اوضاع زموږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره خوله نسبت د سکل نه سکل له هغې نه بتره شوه، نو زه فکر کوم سیاسي ثبات هم زموږ اساسي همدغسې یو حالت دی او ستونزې زموږ اساسي زیاتې دي. جناب فرنګ صاحب، ما فقط میخوایم که امین مسله را بفهمیم. چابهار در دراز مدت بالاخره به نفع ما است، ولیکن در کوتاه مدت مشکلات جناب بشتی صاحب میگن که در کوتاه مدت باید عجله نکنیم، در کوتاه مدت نه، لیکن در دراز مدت به نفع ما است. به خاطر رسیدن به اهداف دراز مدت پلانهای ما در کوتاه مدت باید، یعنی از یک زمان خوب باید آغاز شود دیگه. چگونه باید پیش رو که به اهداف در مدت خود برسیم؟ من اینجا بسیار می تفریق باید کوتاه مدت و دراز مدت و زیاد درک کردن نتونستم، اما ما یک بدیل دیگه هم داریم که متوسط مدت است. هر وقت که کار ازی زودتر شروع شد و اون پیمانه زودتر به انجام میرسه، منتها با یک تفاوت بسیار کلان. بندر کراچی فقط افغانستان از اون متضرر بشد، دیگه هیچ کشور دیگه نی. بارها که پاکستان ایران را بسته کرد ما متضرر شدیم، بله. پروژه های ما متوقف ماند،
پیشرفت و توسعه اقتصادی ما متوقف ماند. این در طول تاریخ ما شما ببینیم از سالهای 60 و قرن پیشتر تا به امروز همینطور بوده. کشورهای دیگه چون به این راه دلچسپی نداشتن، فشار هم نمی آوردن، میگفتن روابط تان خوب بسازید. اما اگر راه چابهار تیار میشه، اینجا کشورهایی که آهسته آهسته میخواهند مبدل به ابرقدرت‌های اقتصادی شان دی دخیل هستند، مثل هند، مثل چین، آسیای میانه، حتی ترکیه و دیگه و دیگه هم که از خاکشان تیر میشه. ولی هازا او سیاست هر که پاکستان در مقابل ما بازی میکرد و سر ما فشار میورد، مقابل این آرزا نمیتاده. اینا یک قدرت هستن، اینا با پاکستان، ایران اگر خواسته باشه امروز برای یک برابرداری سیاسی ایران را بسته کنه، اونا نمیمانندش و حتی منافع ایران نمیمانه. از او خاطر من فکر میکنم که بسیار مهم است که هر چی زودتر ما این بدیل برای خود مهیا بسازیم. من نمیگم که این مثل که حکومت گفت یک سال دو سال سه سال میگیره، ولی آغاز خوب باید بکنه، آغاز شوه، یک وقتی باید آغاز شوه. شما ببینید یک نقطه دیگه هم پیدا میشه، پروژه های دیگه داریم، پیشتر یاد کردیم، یک شبه تا مثال میگیریم، پروژه تپی. امروز پاکستان این پروژه برش حیاتی است و این پروژه بدون از این که از افغانستان تیر شود دیگر راه نداره. اگر نه وقتی رو پیش می بردن دیگر راه نداره، بهترین راهش بر افغانستان است. اینا پاکستان یا خودشان اعلان کردن، اگر یاد شما باشه چند وقت پیش همین لویدر سیزشان یا چی گفت که همین سوال مطرح شد که اگر افغانستان نارامی است تیر شده نمیتونه می لوله گاز، شما چطور میکنید؟ گفت والا ما باز میتونیم که سر طالبان یک فشار را وارد کنیم که بگذارن کمی تیر شوند. بله وزیر دفاع چون منافعشان است. اگر گاز و برق به پاکستان نرسه، پاکستان داخل سقوط میکنه از تا 10 سال. از اون خاطر است که مسئله پروژه کاسه، پروژه تپیر حیاتی برای خود میدانه. فلهذا ما هم برای ما اینمی رایی که گفتیم که چی رای ابریشم یا چی رای لاجورد نمیشه میزنن با بندر چابهار و از اونجا از رای دیگه که از رای کشورهای مثل بحیره سیاه و اینا به در اروپا میره، کلی از اینا را هر وقتی که ما شروع کنیم با مفاد ماست، هر چقدر زودتر شروع کنیم، چون سرمایه گذاری رو هم دیگر آمه کنن، ما اقل سرمایه نداریم، اونا حاضر هستن سرمایه گذاری کنن. برای چیزم بدر آمی کنن کجای این ناقبه نقصه شروع کنیم؟ بله هر چیز زودتر، این که باز در جریان کار یا آیات متوسط مدت میشه یا طویل مدت میشه یا کوتاه مدت میشه، شروعش بکنیم و دیگهش میمانیم به اوضاع جیوپولیتیک منطقه. و من یقین دارم که یک قدر علاقه مندی به این زیاد است، هم از طرف کشورهای منطقه و هم از طرف و فکر نمی کنم که امریکایی ها هم بتانند که مانع از این کار شوند. این اگر مانع شوند بعضی نارامی ها را منطقه‌ای و محلی ایجاد کنند، و میتونند زود سرکوب هم شوند از بین بره. مهم است که یک دفعه مردم عقیده و ایمان پیدا کنند یک جهش شروع شد. این پروژه ها با مفاد ما در طویل مدت، از او خاطر است من چاست هم میبینید کار درست و عقلانی شده، نه احساساتی و عجله. اینا گفتن عجله درست، اما عجله که غیر عقلانی باشه و باز با نقص ما میشه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشن. گران لزون که اتاسون هم منو این سرس پوری منگ سروی راتون که بحث پوریم بخده اسپارو. الله ممشن.